شهر گرگان. و مدرسه عمادیه. یکی از آثار تاریخی این شهر که در سال 952 هجری قمری و در دوره شاه سلیمان صفوی بنا شده است. بنایی متقارن و چهار ایوانی که در دو طبقه ساخته شده و همکنون به عنوان مدرسه علوم دینی بقیت الله العظم مورد استفاده قرار می گیرد. از مدرسه عمادیه به بازار می رویم. بازار سنتی شهر گرگان. ابتدای صبح هست و کسبه در جنب و جوشند و تکاپو. در نزدیکی بازار کارگاه قنادی است و استادکاری که حدود 2 کیلو کره را در پاتیل می ریزد برای طبخ یک شیرینی سنتی دیگر. شعله زیر پاتیل روشن می شود و کار طبخ آغاز. کره باید به آرامی و با حرارت ملایم آب شود. این کار شاید حدود 30 الی 40 دقیقه طول بکشد. اگر در طول زمان آب شدن کره آن را رها کنیم و کره در یک جا ثابت بماند، حرارت آن را می سوزاند و طعم و رنگ شیرینی عوض می شود. پس از آب شدن کره، نوبت میرسد به نوعی آرد فراوری شده مخصوص این شیرینی. برای تهیه‌اش ابتدا کمی آرد را با مقدار کمی آب خمیر می‌کنند. پس از چند ساعت خمیر تقریباً سفت شده را از صافی نسبتاً ریزی عبور می‌دهند و بعد منتظر می‌مانند تا دانه‌های کوچک خمیر خشک شود.
پس از اضافه کردن 2 کیلو از این آرد مخصوص، استادکار باز هم محتویات پاتیل را به هم می زند. این کار شاید 2 ساعت طول بکشد و به مراقبت فراوان نیاز دارد. حالا میبایست شعله ملایم تر شود، زیرا نوبت به اضافه کردن عسل رسیده. حدوداً 2 کیلو هم عسل که خورد خورد اضافه می شود. حالا استادکار نصف پیمانه گلاب، و تقریباً 50 گرم هم پودر هل را به محتویات پاتیل می افزاید. زعفران هم باید اضافه شود، آن هم به مقدار لازم. برای 6 کیلو از این شیرینی سنتی به تقریب 3 گرم زعفران کافی است. در گوشه دیگر از کارگاه، استادکار دیگر باید مغزهای خرد شده پسته را الگ کند برای تزیین روی شیرینی. استادکار میز کار را با کره چرب می کند تا بار به سطح آن نچسبد. Thank you.
حالا زمان کشیدن بار است. استادکار جوان بار را روی میز کار پهن می کند تا هم خنک شود و هم آماده برای مرحله بعد. اکنون با وردنه بزرگ که خوب با کره چرب شده است، سطح بار را صاف و یک دست می کند، به طوری که قطر تمام شیرینی پس از برش یکسان باشد. و حالا زمان تزیین است. برخی از قنادان مغز پسته می ریزند و برخی دیگر خلال بادام یا گردوی خرد شده. اما عموم مردم گرگان این شیرینی را با مغز پسته می پسندند. پس از 2 الی 3 ساعت و سرد شدن شیرینی به مرحله آخر و برش شیرینی می رسیم. ابتدا برش های عمودی و با فاصله‌ای معین. و سپس برش های اوریب که لوزی های کوچک شیرینی را به وجود می آورد. لوزی های خوشتم و لذیذ که حاصل ذوق و تلاش استادکاران قناد گرگانی است. در ایام عید نوروز.
نامش حلوای اوماج است. شیرینی اوماج در چند استان ایران پخته می شود، اما با تفاوت‌های بسیاری که در مواد اولیه، نحوه پخت و حتی شکل آنها وجود دارد. تفاوت‌هایی که اغلب به جغرافیا و محصولات کشاورزی آن منطقه باز می گردد. حلوای اوماج، شیرینی که در ایام عید میهمان سفره‌های هفت سین ایرانی هاست. حلوای اوماج یکی دیگر از شیرینی‌های سنتی استان گلستان و صد البته ایران.